دوستان، ما 25 الى 30 دقیقه ما به کنار داریم. 30 دقیقه تایم است. میبینیم هر کسی که جوین میشه انشالله با مو ترتیب ما صحبت میکنیم. بعضی که شاگردای امرای ما هستن رسمی هستن، اونا خود سوال پرسان نکنن راجع هر موضوع باشه. کسانی که نو جوین شدن امرای ما، شاید به شما گفته باشه وزیری صاحب که ای فری و لایو وبینار است، راجع به هر بزنس هر سوالی که شما داشته باشین میذارن که پرسان کنین، ما انشالله دیسکاس میکنیم اونا را. و پایان زوم اگر ببینین یک جای است نوشته از raise hand، شما دست خدا بالا میکنین. اگر ببینین این رقم سوال علامات میه، به همین ترتیب باز رسیدگی میکنیم به هر سوال هر کدام شما. السلام علیکم استاد محترم، پیدیدس ان شاء الله روغ رمټ صحت مند بوي. وعلیکم السلام، خیر اوسې مننه، خدای دې تاسو هم جوړ اوسې. تشکر استاد ګرامي، ان شاء الله شیر شکر غاب میزنم کې شاګردای مو کې شته رو برو شنو بدري صحبت میکنه کې بفهم. امید کې شما جوړ باشین استاد محترم. تشکر تشکر، بخیر باشین. دوستان معمولا کلاس فری نی دیمو کلاس ما معمولا ما زیاد کوشش میکنیم شما راجع به برنامه ما در ترینینگ ما شما پرسان کنیم که ما به شما با دیتیل معلومات بدهیم، نه تنها ای که راجع به برنامه ها، راجع به هر بزنس آنلاین شما سوال داشته باشین پلیز پرسان کنیم که ما دیسکشن کنیم. طبق ازو باز ما و شما پیش رفته بریم. طبعا هر کدام شما آمدیم، من یقین دارم سوالات خود از ذهن شما هست که کسانی که دفتر فیزیکی کابل ما حضور دارن برنامه های ما را شما خبر دارن که فیرن امیزان است و اینده ها انشالله سال 2024 برنامه های ما خیلی گسترش پیدا میکنه و ما افیلیت مارکتینگ، شاپیفای دراپ شپینگ، سوشل میڈیا مارکتینگ، فریلانسینگ و همچنان آربیتراژ سایر بیزنس ها را هم ما به طور فیزیکی در اوجه میاریم. میرم طرف نصیر افزری صاحب، ببینیم اینا چی سوال دارن دوستان. السلام علیکم استاد محترم، دوال سپیشالیستم یک تن شاگردان خودتان. استاد محترم، یه خواستم پرسان کنم از دان که فعلا ما پیش خودتان درس پرایویت لیول می خونیم، اما بعد از بخیر انشاءالله که هولسیل می خونیم. امی هولسیل که است با نسبت به پرایویت لیول ای آسان تر است و سرمایه گذاری چیز زیاد نمی خواهد، یعنی ما باز می تونیم که بدون سرمایه یا سرمایه کم هولسیل شروع کنیم و تباره می یکم تشریف کنیم سرید. اول خود شما که راجع به پرایویت لیبل درس می خوانین منتظر باشین که هولسیل شروع میشه و معمولا این ما سیستم های بیزنس در امازون اگر بیم خیلی زیاد است، دراپ شپینگ هم دیجا میشه، آربیتراژ میشه، امازون افیلیت هم داره، امازون هولسیل هم داره، چندین مدل های بیزنس است. و مدلش که آسان است که ما از طریق هولسیل و بزنس رو پیش میبریم، اینجا هم آسان است نظر بر پرایویت لیبل و هم زود نتیجه میبینم. آسان بخاطر ازی است که اینجا شما درس خواندین، باز دوستایی که نواستن شاید این تشریحات در ذهن از او نرسه که پرایویت لیبل معمولا او بزنس ما میگم که هر نفر از سکرچ از صفر یک جنس از چینا خریداری میکنه، مارکتینگ از او را میکنه، با او عکس جور میکنه، با او لیستنگ میکنه، با او کیورد ریسرچ میکنه، یعنی مکمل موضوعات هست که اونا از صفر پیش میبینه. این معلوم دار که بس که هر وقت ما یک برند از صفر شروع میکنیم و اوجا در یک لیول کامیابی میرسانیم، تدابیر خیلی مهم است که ما اونا را در نظر بگیریم. سو این یک جای است، این یک درس خیلی قسمه که ما گفتم که این درس ما در ایزی سیل و
خود آنلاین یونیورسیتی ما و سایر جایی که ما تدریس میکنم معمولا 1.5 ماه درس هستی که شما هر وقت میخواستین یک جنس اول معلومات این موضوع که کدام جنس ما شما خریداری میکنیم این رقم خونه میشه که هر جنس که در ذهن ما بیه و یا یک کس بگه که این جنس شما خریداری کنید ما خریداری کرده بورا بیاریم در امازون و هر جای باشه ناخیر اینجا ما از خود کرایتریا داریم از خود قانون داریم از خود چکلیست داریم که اونا را در نظر گرفته ما یک جنس خریداری میکنیم کتگوری دومی میه که این را شما از کجا خریداری کنید از افغانستان خریداری کنید این را از ترکیه خریداری کنید این را از چاینا خریداری میکنید و یا از امریکا از هر جای باشه اینجا هم ما از خود سیستم داریم که کسانی که شاگردای ما هستن همراه ما ترنینگ گرفتن به طور مفصل همراه زو ما این موضوعات را شریک میسازیم که جنس از کجا خریداری شوه نه تنها ای که خریداری جنس خریداری کردن آسان از این کار مشکل نیست بلکه در وقت خریداری ما همراه سپلایر همراه تولید کننده چگونه بزنس کمیونیکیشن داشته می باشیم صحیح است چگونه همراه زو ما لانگ ترم ریلیشنشپ جور میکنیم واجب از یه هم ما و شما کسانی که شاگردای ما هستن اونا میفهمن و همچنان باز او جایی جو یک وقتی که یک جنس ما خریداری میکنیم اینجا هم خیلی موضوعات ها تدابیر ها میباشه که ایره خو ما خریداری میکنیم چی تغییرات در اینجا بیاریم همراه چند سپلایر همراه چند تولید کننده ها ما صحبت کنیم و همراه هر کدام چگونه ما پیش بریم که یک نتیجه را به ما بتن اینجا باز وقت موضوعات است که اکثر دوستان ما یک کمی وارخطا میشن همراه دو نفر اگر صحبت کنن فکر کنن که معامله تجارتی را فاینل میسازن دیل را فاینل میسازن پیش میرن نه خیر اصول چی است اصول تا 10 نفر میگه اگر کسی طبق اصول بره مشکلات است ولی نتیجه بخش است اصول میگه همراه 10 سپلایرها 10 تولید کننده صحبت میکنین کیفیتش میبینین جنس کوالیتی جنس شما میبینین بعد از شما تصمیم بگیرین به خاطر ازی که این رقم نمیشه که ما یک روز امرای یک تولید کنیم در قرارداد دیل کنیم جنس خریداری میکنیم سبا امرای دیگه دو ماه امرای دیگه سه ماه بعد امرای دیگه کس نو ریسرچ میکنیم و یک نفر فاینالایز میکنیم بعد از ما شما پیش میریم اوکی من درست پیش یک ویدیو گذاشته بودم ما خودم اینجا یک جای است که کل تولید کننده هستن برند ما که است هیر اویل است به خاطر یک ما روغن موی گفتم میتونم روغن موی است که ما پیش لانچ کردیم او را در اروپا به فروش میرسانیم ولی باز هم من رفتم خودم فیزیکلی همراه از او نشستم دفترش دیدم پروڈکشنش همراه از او کدام مردم دیل میکردن خود دل ما خوب جمع شد سو ایجا موضوع در ایجاست که جنس خریداری کردن آسان است بسیاری مردم یک جنس هم که خریداری میکنن چشم پلت اوکی اکثر روان کرد به شما ویدیو را با شما روان کرد جنس خریداری میکنن ارسال میکنن در هر جای باشه ایجا باید یک سیستم داره که ما قسمی که من تشریح میکنم که اگر فکر کنن که اول خوب باید اصولی است که این جنس خود آدم ببینه باید ما که فکر کنن که تجارت ما هم یک ساعت انجام میتونم صحیح است ما قبل این ساعت که ما حق بازار به فروش میرسانم ما باید کانفیدنت باشم اینه ما خودم دیده باشم باید چطور است؟ سپلایر تولید کننده هیچ وقت شکایت از این نمیکنه که جنس ما خراب است. او همیش تعریف جنس خدا میکنه. خب ما شما تنها بالای گفتار اکتفا نمیکنیم. خود ما باید اول ببینیم اصولی است. صحیح است؟ خب باور کنین که اینجا خب مسائل است. ویزا گرفتن، تیکت گرفتن، رفتن تا چاینا و یا سایر ممالک این از خود یک مسائل خیلی زیادی را ضرورت داره و نظر به حالات فعلی افغانستان شما میفهمین که اینجا تذکره و پاسپورت اکثر مردم ندارن اینجا باز یک راه حل داره کسانی که هر مملکت دنیا باشه در اوجه شما سرچ میکنن باز کمپانی ها هستن که behalf of you در خودشان شما برشان $100 یا کنیم $100 میرن میتین اونا میرن در خود کارخانه جایی که تولید میشه میبینن جنس شما را که کیفیت چگونه است کستمایزیشن تغییرات اگر آورده باشن چگونه است مکمل موضوع را اونا میبینن با شما کنترل کرده بعد از اون حضور میتن باشه صحیح است؟ سو ایجا هم که خلاص میشه قصه در این خلاص نمیشه بعد از اون ما میایم وقتی که امازون باشه همیار میفهمین مکمل بزنس تک تاک چند دو سه ماه کورس تک تاک ما میایم امازون فکر کنید که تک تاک خود ستور داره و خیلی کامیاب است صحیح است؟ خیلی کامیاب است
اوجا هم ما دو سه ما بعد کورس از این که شما از طریق تک تاک چگونه از اینا به فروش میرسان که خیلی زیاد یک موضوع دیگه است. اینجا باز ما لیست میکنیم هر وبسایت جهان که باشه، چه شاپیفای است، چه تک تاک است، چه امازون است، ایپسی است، ای بی است، بلیزارد است، هر موضوع که باشه اوجا باز با شما یک پورتل می باشه که ما اجناس خود را لیست میکنیم، یا ما چگونه اجناس خود را به مردم نشان میدیم، دسکریپشن از او ما چگونه نوشته میکنیم، کدام کیوردها را ما نوشته میکنیم، اوجا هم یک موضوع است. قصه دیگه خلاص نمیشه که یک جنس عالی را شما پیدا کنین، او را با کیفیت سپلایر را بگوین که او تولید کنن، بعد از او را باید به یک طریقه صحیح ما لیست کنیم. صحیح است؟ که اوجا باز خیلی یک موضوع بسیار طولانی است که اوجا ما چگونه لیست میکنیم، کدام موارد دو ذکر است، کیوردهای ما چگونه میباشه، اون که خلاص شد باز موضوع ایدورتایزمنتش میرسه. که به اینجا خب ما رسیدیم بعد از اعلانات از او ما چگونه انجام میدیم. صحیح است؟ اینجا هم یک موضوع خیلی دور دراز است و دیتیل ما امرای شما با شریک میسازیم که ایدورتایزمنت اعلانات از یا انترنل اعلانات و اکسترنل اعلانات از او چگونه میشه. باز موضوع بعد از شما آرام میشین و تنها فروشات خود میبینین دلچه. این یک پروسه خلاصه کسی که خود یک جنس نه تنها امازون. پرایویت لیبلینگ مربوط به امازون نمیشه. پرایویت لیبل مردم از طریق وبسایت خودم انجام داده میتونن. فکر کنین که امازون هم انجام داده میتونن. اینجا آپشن ها خیلی زیاد است. سو پرایویت لیبلینگ امازون کس امیر رقم است. ولی ایجا ما به شما کویک انفورمیشن دادم، خلاصه شه به شما گفتم هر موضوع را که من برای شما شریک ساختم ای از خودش یک روز، دو روز، سه روز درس داره و سیستم ما طوری است، نه تنها درس، سیستم ما طوری است که هم درس است هم پالوش اسایمنت است، پالوش کار خانگی است. هر کدام شما اگر بین هر جایی که باشه، نه تنها برای ما، اگر بین درس بخوانین پس خانه برین، ای هیچ فایده نیست، هم تایم شما ضایع میشه هم پول شما. بلکه ما یک سیستم ایجاد کردیم که جبری میباشه که باید کار خانگی را شما انجام بدیم. هر درسی که ما میخوانیم امو درس ما میگیم فردا شما خانه میرین، امیر شما باید اسایمنت و کار خانگی را شما انجام داده باز برین، ما رزلت میبینیم. خوبیش بازی است که رزلت ما این رقم نیست که از احمد از محمود نتیجه یک کارش بگیریم ما خودم ببینیم، نو مزار عام میجا اسکرین شیر میکنیم. اگر اشتباهات باشه همگی میبینن در این موضوع چی اشتباه است. اگر پوینت خوب باشه او را هم به مردم میگیم اوکی اینجا یک پوینت خوب است، کدام پوینتش خوب است، تاکه به مردم تفریق بین مشکل و فکر کنین که اگر پوینت خوب باشه معلوم شود. صحیح است؟ بعد از این ما اگر میایم هولسیل صحبت، ما شما راجع به هولسیل صحبت میکنیم، هولسیل در حقیقت اگر ما مانای لغویش بگویم یعنی اصطلاحیش است، صحیح است؟ اون موضوع طوری است که هولسیل یعنی عمده را میگه، عمده فروشی. ما عمده یک جنس خریداری میکنیم و به فروش میرسانیم. It's kind of wholesale business. هر وقت که موضوع در امازون میه ایجا هولسیل دیگه مانا میده. امازون هولسیل به این مانا است که شما اجناس دیگه سپلایرها را به فروش میرسان. ایجا ما گفتم میتونیم که ریسیلر هستیم شما. ریسیلر. با چرا؟ آل سوال در ایجا است که هر برند دنیا، فکر کنید که برند اپل است. صحیح است؟ برند اپل. چرا اپل موبایل خود به فروش نمیرسان؟ خبر دارن اپل خودش موبایل خود به فروش نمیرسان. هیچ برند سامسونگ است. فکر کنید که شما برند مایکروسافت را ببینید. اینا هیچ کدامش جنس خود از سرویسیس خود خودشان به فروش نمیرسانند، بلکه مردم های سوم چهارم به فروش میرسانند. بخاطر از این که هر برند عالی، برند موفق جهان، توجه و فوکس از او بالای تولید میباشه. خلاص اونا در یک بخش توجه میکنند، نه ای که در مارکتینگ، اونا مارکتینگش هم خودشان بکنند، تولیدش هم خودشان بکنند، چنان موضوع مالی خودم نو. اونا تنها تولید میکنن و به دیستریبیوتر میتن. دیستریبیوتر چه کسی است؟ دیستریبیوتر او کسانی هستن که از خود تولید کننده برند جنس خریداری میکنن، پیش از او میباشه. و باز کسانی که امازون سیلر هستن و سایر جای، اونا چه کار میکنن؟ اونا از دیستریبیوتر خریداری میکنن. صحیح است دوستان؟
سو ای یک سیستم است. باز ما از دیستریبیوتورا خریداری میکنیم، او را باز ما در درس به شما میگم که چگونه ما دیستریبیوتور پیدا میکنیم، کدام برند به فروش میرسانیم. این رقم هم نیست که هر برند که پیش ما آمد، هر برند که مشهور باشه او را ما به فروش برسانیم. نو بعضی برند ها می باشه که اوجا خود برند به فروش خودشان فروشنده می باشه و امازون هم فروشنده می باشه. سو این یک بحث خیلی باز گسترده است که ما هر وقت یک جنس ریسل می کنیم، یک برند، کدام شرایط مهم است. او شرایط ما شما در نظر می گیریم. فیزده در هر بزنس باشه. او را در نظر می گیریم. هولسیل تنها ریکوارمنت است که شما LLC در امریکا داشته باشین، کمپانی در امریکا داشته باشین و پروفیشنال ایمیل داشته باشین. دیت سیت با خاطر از اگر وقت شما کمپانی امریکا جور کردین، میتونید فری بیزنس بانک اکاونت در امریکا با خود جور کنید و بعد از او شما تن ریسل جنس هولسیل خریداری میکنید و در امازون با خود با فروش میرسانید. ایجا هم خیلی مسائل از دوستان اوکی، ما جنس چگونه خریداری کرده در امازون ارسال میکنیم. بخاطر از اینکه هولسیل ما یک موضوع است، جنس دایرکت امازون روان کردن نمیتونیم، اونا رو در پرپ سنتر روان میکنیم. بعد از اون پرپ سنتر روان میشه در امازون. از شاداب صاحب سوال شب میشنویم که سوال داره شاداب صاحب. دوستان کسانی که من خود جنرال یک سوال پیدا میشه و مکمل توضیحات به شما میدم، در هر نقطه که پیش شما سوال باشه آزادانه میتونید پرسان کنید که من به طور کلی راهنمایی نمایم پختگی یا به زبان دری باشه. شاداب شب از شما میشنویم. یک دوست ما شاداب. سلام علیکم استاد، خوب است جانجور است؟ وعلیکم السلام، تشکر. زنده باشی، بسیار زیاد تشکر. استاد محترم، ما کدام سوال ندارم، زنده باش. بخیر باشی، بسیار خوب. سو دوستان، یک دوست ما اینجا پرسان کرده بود که موضوع برنامه چی است. من فکر میکنم که موضوع برنامه معلوم نیست که شما امروز جوین شدین همراه ما. سو اینجا آشنایی با تجارت های آنلاین است و سیستم ترینینگ ما که به شما میگم که در ایزی سیل و راجب از این راهنمایی می نمایم که ما چگونه ترینینگ و سیستم را پیش میبریم. سو همو خاطر گفتم که چیزی که آنلاین شما پرسان میکنین، یک دوست ما شما در مسیج پرسان نکنین، مایک خودت انمیوت کرده پرسان کنین دوستا. و بازم بازی دوستا که نمیخواین که صحبت کنن، میتونین که نوشته کنین سوالات خود شما، من اینجا به شما جواب میدم. سلام علیکم استاد. و علیکم سلام استاد، در دی بانک باره که نه در یو سیکس مو بانک اکاونت جوڑه و دغه باره که کلیک معلومات را کس در سنگ مو جوڑه و او سنگ بیا پیسی انتقاله و افغانستان منه نه بانک دست موضوع در خیر است پا دریش با خواه پایی گی؟ بله او بله. یک من میفهمیدم که این سوال پرسان میشه راجع به سیستم بانک. دوستا در حقیقت ما شما هیچ ضرورتی را نداریم که امریکا با خود با بزنس بانک اکاونت جوڑه. هیچ ضرور نیست که در امریکا با خود ما با خود بزنس باز بانک اکاونت جور کنیم. ولی نظر به حالات افغانستان که شما میفهمین باز مشکلات ها هست، تا تحریم است فعلا دولت افغانستان مکمل سیستمش ما مجبور هستیم که امریکا با خود بانک جور کنیم. شما هر وقت LLC جور میکنید در امریکا، کمپانی جور میکنید، بعد از او یک فرم دیگه از او را خانه‌پوری میکنید، با شما EIN میگیم. در افغانستان او را TIN میگه، Tax Identification Number، ما یا Tax Number هم گفته میتونیم. هر وقت این اسناد شما داشته باشین، بعد از او شما میتونین فری امریکا با خود بیزنس بانک اکاونت جور میکنین، او را ما پیونیر میگیم. در ایستا چندین بانک ها هستن، پیونیر هست، مرکری هست، وایس هست، ای بانک ها هستن. هر وقت شما اوجا بانک جور کنین، میتونین که انترنشنلی از هر مارکت پلیس، از شاپیفای، از ایتسی، از ایبی، از امازون، از افیلیت مارکتینگ، افیلیت امازون، از هر جای
میتونید که او را کنک کنین و او مردم مستقیم در بانک اکاونت تجاری امریکای شما جنس ارسال کنین، پول شما را. هر وقت او جا پول رسید ولی او را در افغانستان شما روان کرده نمیتونید، به خاطر از اینکه بانک های افغانستان دبیت میشه کردیت نمیشه. دبیت میشه دبیت به این معنی که شما بیرون پول پرداخت کرده میتونید ولی از بیرون افغانستان پول ارسال یعنی کردیت نمیشه. صحیح است. اینجا رای حل وجود داره. رای حل چی است که دفتر ما که اکثر دوست هم اینجا آمدن کابل میتونه شما اینجا بیاین هر چقدر پول شما باشه 1000 باشه 2000 10000 20000 دلار هم باشه اینجا با شما کش میده و شما او پول خود را ترانسفر کنید به اکاونت تجارتی ما. خلاص این یک راه حل است. ولی این موضوعات این مشکل بانکی برای همیشه نمی باشه. این لیمیتد تایم مشکلات است. بخیر اوضاع جور میشه و انشالله شاید با دوست شما بتونید از این بانک پول خود را ارسال کنید، از جا ویدرا کنید در ای بی بانک در هر جای. ولی حال هم شما راه شما کلوز نیست، بیاین در دفتر. این رقم اگر این رقم نباشه خارج اگر دوست و آشنا داشته باشین پول خود را اکاونت از او ارسال کنید بازو به شما ارسال کنن. او این مشکل بزرگ نیست. ولی رای حل از اکثر دوستا به این فکر هستن که بانک افغانستان کار نمیکنه، ما چگونه آنلاین بیزنس رو پیش میبرم؟ شما کل شاگرده ما آر امریکا بیزنس بانک اکاونت دارن داخل و داد و ستاده از او از طریق از او بیزنس بانک اکاونت میشه. بس هیڅ مننه استاد او بل دغه ال ال سی او ایمازان چارج میتود لپاره به افغانستان بینک کار کې کینه کې ال ال سی لپاره خو بله قسمی که ما به شما گفتم دوستا ما تجربه از ای بی بانک دارم. اکثر دوستا شما میتونید به خاطر جور نبودن کمپانی پیمنت بکنین ایتس فاین میشه یک موضوع و همچنان به خاطر چارج میتر. چارج میتر ما چرا میگیم دوستایی که نوستن چارج میتر ما او را میگیم که بعضی امیزان بعضی فیسای خود داره. به طور مثال اگر شما اکاونت تجارتی در امیزان جور میکنین ما از شما ماهانه 40 دلار میگیره 39.99 یا 40 دلار گفتم میتونیم. سو او پول شما باید از طریق بانک اکاونت پرداخت کنید و امازون میگه که یک بانک اکاونت خود کنک که ما ماهانه از شما پول گرفته بتانم. سو به همین اساس شما بانک اکاونت خود را کنک میکنین و اونا مستقل از بانک شما پول میگیرن و این من فکر میکنم از افغانستان از ای بی بانک میشه. باز وقتی که امریکا اکاونت جور کردین ضروری نیست که اکاونت افغانی خود را کنک کنین، همون سیم اکاونت را میتونین هم در دیپازیت میتر اد کنین هم در چارج میتر، اون مشکل نیست. صحیح دوستان؟ سلام علیکم استاد محترم. و علیکم سلام استاد محترم. شما در یک ویدیو تان گفته بودین در چینل یوتیوب تان که بهترین اکانت وایز اکانت از بخاطر امازون و چند روز پیش در کلاس شما گفتین هر کدام تان اگر اکانت داشته باشین پرکتیس کنین، چون لیستنگ باید ما پرکتیس میکردیم نمیشد غیر از او طریقش نمیشد. به این دلیل ما وایز اکانت جور کردم ولی در یو اس ای وایز اکانت کار نمیتوستاد. با خاطر چی کار نمیکنه؟ در مارکت پلیس یو اس ای؟ بله استاد بله. شما مارکت پلیس یو کی را چک کردین؟ یو کی را؟ نه خیر استاد، یو کی را چک نکردم، کانادا را هم چک کردم کار نداد و یو اس ای را هم چک کردم کار نداد. خب با شما دو رای حل میگم. رای حل بهتریش ای است که پیونیر جور کنین، چون پیونیر از شما یک بانک اکاونت میخواینه که وقتی که پیونیر جور میکنین پیونیر جور کنین و از شما که بانک اکاونت میخواست بانک اکاونت وایس خود برشان بتین. یک موضوع دوم شما امرای یوکی یک ترای کنین، چون وایس اکاونت امرای یوکی کنک میشه چون خود وایس یک کمپانی یوکی است. صحیح است. یک این موضوع اگر احیانا یوکی نمیشد باز پیونیر اکاونت جور کنین، پیونیر خود 100% میشه و هیچ مشکل نداره. تشکر استاد محترم. بخیر باشون. ولی یک موضوع است، یک سه چهار ماه پیش وایس یک بسیار سهولت داشت، ترانسفری با آسانی میشد.
حال یک سه چهار ماه میشه یک کمی وای سیاد سختی را گرفته. سو او در جایش مشکل نیست، سختیش راجع به اسناد می باشه، او پیش شما می باشه، LLC تذکره شما. سو باز کوشش کنین پیونیرم داشته باشین، به خاطر ازی که پیونیر فکر کنین که اقدر دی اکتیویشن نداره پیونیر. یک دفعه که اول بار اول سخت از شما اسناد می خواه. هر وقت یک دفعه که اسناد را سبمیت کنین بعد از او لونگ ترم او کار می ده، مشکل نداره باز. وایس اکاونت در یک وقتا دی اکتیویشن شروع به کار شروع کرده، دی اکتیویت میشه بدون کدام ریزن. درست است محترم، ولی وایز اکانت یک مشکل دیگه هم داشت. یک چند دوست بر ما گفتن که در علی بابا پیمنتش فعلا قبول نمیشه. ما فعلا در این باره با ما هم یک سوالی است، بخاطر از اینکه وایز شاید در ویدیوی ما دیده باشین که از وایز ما بیزنس بانک اکانت وایز دارم پیش ما، و چون او اکانت های شاید پیش ما ویرچوال باشه، او مشکل نداره ما بسیار لارج پیمنت انجام نبوده. سو اگر دمی وقتای نزدیک کدام رستکشن زیاد آمده باشه شاید، در غیر از او سابقه ای رقم رستکشن ها مشکلات نبود، به اندازه 5000 10000 دلار پیمنت انجام میدادیم، هیچ مشکل نداشت. سو پیونیر پیش ما آپشن زیاد هست، در پیونیر شما با خود بانک اکانت جور کنید. تشکر استاد. آب خیر باشه. او بل استاد داستان که دی امازان اکاونت پر اکتویشن لاملو بانی که واقع گیگه سیده کم لامل ندی دکلی دی اکاونتو نه دی اکتیف کیگی چیر در افغانستان دی؟ بلیو دی اکاونت دی اکتویشن دوستا دی اکتویشن ای اکاونت ای در اکثر جای هست، سعیست نه تنها افغانستان، ای در هر جای هست. دیکتیویشن اکاونت وقت میشه که شما خلاف قانون بره. آمازون با ما شما قانون مکمل گذاشته. طبق قانون برین هیچ امکان نداره اکاونت شما دیکتیویت شد. به این مانا عکس کسی را کاپی نکنین، دسکریپشن کسی را کاپی نکنین، بولیت پوینت کسی را کاپی نکنین، یک جنسی که اپروول نداشته باشه، خرید با فروش نداشتن امازون، هیچ امکان نداره اکاونت شما دیکتیویت شد. ایسته و دی اکتیویت شدن اکاونت، بسته شدن اکاونت چندین وجوهات داره. ما حال تشریح کردن نمیتونم که راه حل اکاونت دی اکتیویشن چی است. شما بنابر کدام موضوع اکاونت شما غیر فعال شده، باز من راه حل امور را به شما میگم. صحیح است. معمولا موضوع عمومی است که هر اون موضوعی که خلاف پالیسی آمازون باش انجام ندین تا 10 سال اکاونت شما دی اکتیویت نمیشه، ولی یگان وقت طور میشه که هیچ مشکل شما نمی باشه، هیچ گناه شما نمی باشه، اکاونت شما دی اکتیویت میشه. در اون صورت شما اپیل کردن میتونن آمازون، برشان گفتن میتونن، ثبوت ها را برشان ارسال کردن میتونن، رایت اوی اکاونت شما را اکتیویت میسازن. بعضی وقت اشتباه اکاونت شما دی اکتیویت میشه. آف سید و استاز خود آقا افغانستان که نده لکه بعضی وی پین مشکل ده و زمک ده LLC ادرس و نمبر و گوگل نمیچ کیگی نه دو مشکلاتو کی دا وی آی پی ادرس نه دا مشکل نه دا ویرچوال ادرس نه دونه مشکلات خو ندی. بیا زم بیا ما احیانا کله تاسو کولی شئ که فیزیکی دا ادرس پیدا کی کوم دوست وو پیژنی هغه بیا ډیر بهتر راځي. سو معمولا ای ویرچوال ادرس نه تاسو هیڅ مشکل نه لري امازون، تاسو ای ویرچوال ادرس استفاده کولی شئ. سس منن خیر اوسه دوستا، دو سوال دیگر هم میگیریم، باز ما میریم طرف مده دیگه جای تحس دارم. باز از داوری صاحب یک سوال از مصطفی خو شاگرد ما فکر میکنم، از داوری صاحب سوالش هم میگیریم. عشان تو گروه نه چلا علیکم. استاد محترم بخوایم پیونیر جور کنیم، پیونیر اول باید وایس اکاونت جور کنیم. اگه وایس نتونستیم مرکزی را قبول میکنه وایس اکاونت جور؟ بله میکنه، از مرکری باشه، از وایس باشه، یک بانک اکاونت باشه، بدون کدام چون و چرا قبول میکنه.
درست است، شکر. بخیر باشین دوستای عزیز. سوالات و شاید دیگه هم پیش شما زیاد باشه و اکثر دوستات معمولا ما این رقم دیمو کلاس و ویبینار که میمانیم کوشش ما می باشه که پیش از پیش سوالات داشته بین که ما بالایشان دیسکشن انجام داده بودیم دیسکس کنیم و راجع به سیستم ترینینگ و غیر موضوعات سوالات شما باشه، همکارای ما هستن و قسمی که پالیسی ما بود دورم هم امرای شما شریک ساختم که چگونه ما اینجا سیستم ما از دو ماه دوره است. راجع به ازیه ما امرای شما صحبت کردیم که دو ماه مکمل ترینینگ امیزان از صفر تا ادوانس، این رقم نیست که ما تنها طرف ادوانس یا پیشرفته را پیش ببریم، نو از امون صفر ما شروع میکنیم تا به ادوانس و در اینجا کمیونیتی هم با شما جور میشه، راجع به زبا هم شما دوستای ما صحبت کرده باشن. سو یعنی همکاری ما تا ادوانس تا آخر هم شما میباشه و ای را این ویدیو را که ما فکر کنین که میجا ریکورد کردیم شاید ای را ما در یوتیوب هم اپلود کنم، ای از پروف ای از ثبوت با اکثر دوستا میباشه. سو دوستا ما درس دارم دیگه جای یک لاست کوشن سید مشتبه صاحب رو میگیریم باز میتینگ ما شما تمام بشه. سید مشتبه صاحب سلام خدمت شما استاد گرامی و تمام کسایی که حضور دارن. سید مشتبه مهانی هستم از ولایت غزنی افغانستان و طبق امی اطلاعاتی که من دارم در غزنی خیلی از جوان ها علاقه من بهی هستن که درس های آموزون رو بخونن، ولی اکثریت اینا میگن که اگر صنف مثلا یا خود مرکز نزدیک داخل شهر باشه ما میتونیم که درس هم مثلا آنلاین بخونیم، دوباره بریم امر رسالی که داخل شهر است مشکلات خود حل کنیم، رفت آمد داشته باشیم. یعنی در کل شاید آنلاین بودن صد در جبهه نباشه. یعنی شما اگر در برنامه بعدیتون غزنی را در لیست بگیریم که اینجا برند شما باشه شاید خیلی موثر تمام شود. چرا نه؟ چرا انشالله است. برنامه ما هرات شروع کردیم، تارگیت دومی ما بلخ است، بعد از انشالله دفنیتی غزنی پکتیا دهار اینا در برنامه ما هستن و دفنیتی ما انشالله رسیدگی به این ولایت. تشکر. خوب دوستا فعلا وقت همه که شما خوش، انشالله سایر سوالات داشته باشین لینک همکاره ما شماره واتساپش همراه شما وجود داره میتونید شما با او رسیدگی کنین. تشکر از همه که شما. الله حافظ.